درود به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومد در خدمتتون باشم از طریق تلویزیون گوناگون. همینجا جا داره پیشاپیش فرا رسیدن عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک بگم و آرزو کنم که سالی خیلی خوب در پیش داشته باشید. دوستان عزیز، یکی از چیزهایی که همه ما در این ایام انتظارش رو داریم جشن‌های ایام عید هستش، حالا چه کنسرت‌های زنده و یا جشن‌های دیسکوی ایرانی. همه ما به این جشن‌ها میریم و از موسیقی لذت میبریم، منتها اشخاصی که گاهی وقتها زحمتاشون نادیده گرفته میشه در این جشن‌ها کسانی هستن که این شادی‌ها رو به دل‌های ما میارن. بله، این اشخاصی نیستن جز دیجی‌های عزیزمون. همینجا جا داره که از تمامی دیجی‌های زحمتکش شهر پرث و استرالیا به خاطر زحماتشون تشکر کنیم و به این منظور که ما با این عزیزان آشنایی بیشتری رو داشته باشیم، امروز قراری رو داریم با یکی از دیجی های محبوب شهر پرث، دیجی کامیار. سلام کامیار. من سلام می‌کنم خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز. در خدمت هستم. بیشتر از خودت برامون بگو که چند وقت به این کار مشغولی و چی باعث شد که به این کار علاقه مند بشی؟ خب من از بچگی خیلی به موسیقی علاقه داشتم و اینکه به صورت حرفه‌ای گوش می‌کردم و تقریباً 6 ساله که کار دیجی می‌کنم که از این 6 سال 4 سالش به صورت حرفه‌ای هستش. خیلی خوبه. تا حالا چه کارهایی در پرث انجام دادی؟ از حضورتون پرسم، اولین برنامه که داشتم جشن مهرگان بود، برای فکر میکنم 3 سال پیش بود که خب خیلی سخت بود بخاطر اینکه اولین برنامه بود که من تو پرس داشتم. جامعه ایرانی که تو پرس بودن رو نمیشناختم، سلیقه‌هاشون یه مقدار دستم نبود، خب این اولین برنامه مقدار سخت بودش. و بعدش رفتش که برای چهارشنبه سوری 2 سال پیش بود که خیلی مهمونی بزرگ و خوبی بود، تقریبا 1200-1300 تا مهمون داشتیم و همینطور جشن شب عید و مهمونی‌های خصوصی و تا همین الان که فکر می‌کنم برای ایرانی‌ها تقریبا 15 تا 20 تا مهمونی بودش که فقط برای ایرانی‌ها رفتیم، چون مهمونی بزرگ. شنیدم که گفتی که کار برای خارجی هم انجام می‌دادی. فرق بین انجام دادن دیجی برای خارجی‌ها و ایرانی‌ها چیه؟ چون به نظرم گفتی یه مقدار مشکل‌تره برای ایرانی‌ها. خیلی سخت‌تره، به خاطر اینکه ایرانی‌ها اگه مثلا ما 200 تا مهمون داشته باشیم، 200 تا سلیقه مختلف با 200 تا ریتم مختلف می‌خوام بیان برقصن و این یه مقدار کارو برای دیجی سخت می‌کنه که بتونه تشخیص بده که چیو بذاره، چه موقعی آهنگو مثلا تندترش کنه، 6 و 8 اش کنه، یا مثلا بره تو کار مثلا آهنگای یه مقدار ترنس‌تر. و خب خارجی‌ها خیلی راحت‌تره، روی یه ریتم می‌رقصن و رقص خاصی ندارن، غیره کمر ندارن، این غیره مقدار سخت می‌کنه قضیه رو. ولی خب من مهمونی ایرانی‌ها ترجیح میدم، بیشتر دوست دارم. کامیار، میدونم که امسال عید سرت خیلی شلوغه، از برنامه‌های امسالت برامون بگو. امسال 3 تا مهمونی داریم برای عید نوروز که اولیش برای چهارشنبه سوری هستش که توی برزود پارک داریم روبروی کازینو، که مهمونی خیلی بزرگیه، امیدوارم همه بیان و لذت ببرن از این مهمونی. مهمونی بعدی که برای سال نوئه، سال تحویله و 13 به در که تمام مکان برزود پارک هستش. جشن عید توی مسدونین کلاب هستش توی نورث پرث. کامیار، خیلی ممنون که امروز اومدی، وقتی تو به ما دادی که ما با زحمات یک دیجی آشنا بشیم. دوست دارم بدونم که یک دیجی چقدر برای اون برنامه زحمت کشه، چون که میدونم دیجی خیلی موفقی هستی توی پرث و کار خیلی راحتی هم نیست که همینجور بری اونجا چند تا سی دی بذاری. 100%. خیلی ها میان مهمونی و میبینن یه دیجی اونجا وایساده داره موزیکش رو پلی میکنه و فکر میکنم مثلا حالا من چند تا آهنگ آوردم و دارم میذارم، ولی برای مهمونی بزرگ مثلا همین چهارشنبه سوری حداقل 24-5 ساعت تمرین لازم داره و این تمرین ها یک طرف قضیه است. وقتی مهمونی شروع میشه تازه اصلا همه چی برعکس میشه، باید ببینیم که چی دوست دارن، سلیقه ها چجوریه، اوریج سنی چجوریه و اینکه چجوری میشه در اصل مردم رو بلند کرد که برقصن.
خب کامیان، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت رو گذاشتی پیش ما اومدی و ما رو بیشتر با یک دیجی آشنا کردی. من تشکر می‌کنم. برات آرزوی موفقیت می‌کنم در ایام نوروز و برنامه‌های بعد. خیلی متشکرم. من تشکر می‌کنم از شما و تلویزیون گوناگون که این وقت رو به من دادن و امیدوارم که همه تشریف بیارن و لذت ببرن از برنامه ما. هر کاری که دستمون برمیاد برای شادیشون انجام میدیم. آف کورس. خیلی خوشحال شدم. خب این هم بود برنامه امروز ما با دیجی کامیار. امیدوارم که همه شما عزیزان رو در برنامه‌های نوروزی خانه فرهنگ ایران ببینم. کارش سخته ولی ظاهراً پولش هم خوبه. تو فکر افتادم برم دیجی بشم. پس دیدار بعدی ما با شما عزیزان در برنامه چهارشنبه سوری. روز خوبی داشته باشید. فریدا موسوی هستم از تلویزیون گوناگون.